تیروتیکولی یا کجی گردن نوزاد تیروتیکولی در میان نوزادان نسبتا شایع است دختران و پسران به یک اندازه دچار کجی گردن می شوند ممکن است هنگام تولد یا سه ماه بعد این وضعیت اتفاق بیفتد تیروتیکولی یا کج کجگردنی به معنای پیچ خوردن گردن است شاید خود شما بعد از یک شب خواب ناراحت وقتی صبح از خواب بیدار میشوید دچار آن شوید در نوزادان کجی گردن به خاطر قرار گرفتن نامناسب جنین در رحم یا به خاطر زایمان دشوار اتفاق میافتد. به این حالت کجگردنی نوزادی مادرزادی گفته می شود شاید دیدن نوزادی با سری انحراف یافته که در چرخاندن گردن مشکل دارد خیلی ناراحت کننده باشد ولی بیشتر نوزادان اصلا دردی از این بیماری حس نمی کنند و خوشبختانه این مشکل معمولا با تغییر وضعیت یا نرمشای کششی در منزل کم کم رفت می شود بیشتر پزشکان بر این باورند که این کجیه گردن ممکن است به کرامپ جنین داخل رحم یا قرارگیری آنورمال ربط داشته باشد. استفاده از انباره یا دستگاه های وکیوم برای به دنیا آوردن نوزاد نیست به ایجاد کجیه گردن مربوط است. این عوامل بر ازولی جناقی چنبری پستانی فشار وارد می کند. فشار اضافی بر یک طرف این ازوله موجب تنگ شدن آن شده، و کچ کردن گردن را برای نوزاد سخت می کند. بعضی از نوزادانی که کجی گردن دارند به دیسپلازی رشدی کپل نیز مبتلا می شوند. این حالت موجب قرارگیری آنرمال در رحم یا زایمان دشوار می شود. اگر فکر می کنید فرزندتان دچار کجی گردن است، از پزشک خود بخواهید که او را کاملا معاینه بدنی کند و ببیند نوزادتان چقدر می تواند سرش را بچرخاند. علائم و نشانه ها نوزادانی که کجی گردن دارند درست مانند نوزادان دیگر رفتار می کنند به جز وقتی که نوبت به فعالیت های چرخشی می رسد نوزادی که کجی گردن دارد ممکن است سرش را به یک جهت بچرخاند ترجیح می دهد از یک سمت به شما نگاه کند و شما را با چشمهایش دنبال نمی کند اگر به او شیر می دهید معمولا از یک طرف نمی تواند خوب شیر بخورد. سخت تلاش می کند به سمت شما برگردد و وقتی نمی تواند این کار را بکند عصبانی می شود. بعضی از نوزادانی که کجی گردن دارند دچار صاف شدن سر در یک سمت یا هر دو سمت سر می شوند زیرا بیشتر اوقات سرشان فقط روی یک سمت قرار دارد و یا ممکن است که برجستگی یا برآمدگی کوچکی در قسمت گردن داشته باشند که به گره در ازول کشیده شده شباهت دارد هر دوی اینها با بهبود کجی گردن از بین می رود. اگر تشخیص پزشک این بود که او کجی گردن دارد به شما نرمش های کششی گردن را یاد می دهد تا در منزل با نوزادتان تمرین کنید. این تمرین ها به شل کردن ازولی جناغی چنبری پستانی و تقویت ازولی ضعیفتر سمت مخالف کمک می کند. به ترتیب کم کم نوزاد شما می تواند گردنش را صاف کند. حالت دمر را فراموش نکنید. قرار دادن کودک روی شکمش به مدت کوتاه تمرین مهمی محسوب می شود. زیرا با این کار او ازالات گردن و شانه هایش را تقویت می کند و برای خزیدن روی زمین آماده می شود. این تمرین برای نوزادانی که کجی گردن یا صافی جمجمه دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است و هر دوی این مشکلات را همزمان حل می کند. او را روی پاهایتان به صورت دمر بگذارید و او را از سمتی روی شکم بخوابانید که رویش به شما نباشد. بنابراین وقتی برایش آواز میخوانید یا با او حرف میزنید مجبور می شود سرش را به سمتی که برایش دشوار است بگرداند و شما را نگاه کند. این تمرین را هر بار به مدت 10 تا 15 دقیقه انجام دهید. بیشتر نوزادان با تمرین های کششی و تغییر وضعیت قرارگیری خودشان این مشکل را پشت سر میگذارند. این وضعیت بعد از شش ماه کاملا برطرف می شود. ولی در بعضی موارد ممکن است بهبودی نوزاد تا یک سال یا بیشتر هم طول بکشد. اگر می بینید که کجی گردن فرزند شما با تمرینات کششی بهبود نمی یابد نزد پزشک بروید. زیرا ممکن است لازم شود که فرزند شما را با جراحی آزادسازی ازوله درمون کنند. این جراحی مواردی از کجی گردن که با فیزیوتراپی درمان نمی شوند را درمان می کنند.